بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت بینندگان عزیز و ارجمند تلویزیون اینترنتی خبرگزاری دانشجو. خیلی خوش آمدید به دومین شب از ویژه برنامه قهرمان بدون مرز، کاری از همکارانم در خبرگزاری دانشجو به مناسبت سومین سالگرد شهادت سردار دلها، سردار حاج قاسم سلیمانی عزیز، که تقدیم نگاه‌های گرمتون میشه. خب ما در برنامه دیشب که اولین قسمت برنامه‌مون بود با آقای کدخدایی مسئول پیگیری پرونده حاج قاسم سلیمانی عزیز، پیگیری حقوقی پرونده شون گفتگو داشتیم و نکات خوبی در این برنامه مطرح شد و به نکات قابل توجهی در خصوص مسائل حقوقی پرونده حاج قاسم عزیز اشاره شد و گفتگو اسکایپی رو داشتیم با آقای امانی، سفیر ایران در لبنان و همچنین فعال سیاسی از کشور یمن، که به صورت اسکایپی و پخش مستقیم در خدمتشون بودیم. نکات خوبی در برنامه دیشب مطرح شد. دوستانی که حالا میخوان دسترسی داشته باشن به فیلم کامل گفتگوی دیشب میتونن با مراجعه به سایت خبرگزاری دانشجو، یعنی snn.ir، به فیلم کامل گفتگو دسترسی داشته باشن و فیلم رو مشاهده بکنن. البته خب قسمت‌های خلاصه شده‌شو بچه‌ها توی کانال خبرگزاری گذاشتن، اونایی که حالا میخوان دسترسی داشته باشن میتونن به کانال خبرگزاری هم مراجعه بکنن برای این موضوع. احتمالاً ما امشب ارتباط زنده هم داشته باشیم با کرمان. گزار شهدای کرمان، امروز یک جمعیت قابل توجهی در کرمان رو ما شاهدش بودیم. یه عکسی هم در فضای مجازی پخش شد، اون مسیری که منتهی میشه به مزار حاج قاسم در گزار شهدای، یک جمعیت قابل توجهی حضور داشتن. ما احتمالاً امشب هم حالا خبرنگارم اونجا هستن و گزارش رو از حال و هوای گزار شهدای کرمان هم تقدیمتون خواهیم کرد. بریم یه بخش کوتاهی رو ببینیم و برگردیم. انشاءالله ادامه برنامه رو در خدمت شما خواهیم بود. دائما في ذكريات الشهداء كنت اقول الشهادة عند المجاهدين وعند القادة، هم لا يريدون الشهادة للأمة، الشهادة هو مشروع شخصي، يريدون للأمة الخير والحياة الهانئة والسعادة في الدنيا والآخرة والعزة والكرامة والقوة والمنعة والعيش في طيبات الله وفي حلال الله. أما على المستوى الشخصي، مشروعه الشخصي هو الشهادة. هذه أمنيته منذ أن كان شاباً والتحق بجبهات القتال في إيران، وبقي يحمل هذه الأمنية وهذه الغاية وهذا الهدف. الذين يمشون في هذا الطريق بعضهم يسقط في ربعه في وسطه قبل النهاية، تخمد فيه هذه الشعلة، يذوى فيه هذا العشق، يموت فيه هذا الشوق للقاء. وقوم آخرون كلما تقدم بهم الزمن ازدادت توهجا وقوة وحضورا واشتعالا. الحاج قاسم وأبو مهدي المهندس كانا من النوع الثاني. في ثقافتنا الإيمانية الشهادة هي إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة. إن أقصى ما يملكه عدونا هو أن يقتلنا، وإن أقصى ما يمكن أن نتطلع إليه هو أن نقتل في سبيل الله عز وجل. المعادلة الإيمانية تحول نقطة قوة العدو القصوى إلى نقطة قوتنا القصوى، وبالتالي نحن لا نهزم. عندما ننتصر ننتصر، وعندما نستشهد ننتصر. ويوم الخميس ليلا الثاني هو أيضا يوم انتصار للمقاومة ولمحور المقاومة ولرجال المقاومة، وسيكون نموذجا جديدا بانتصار الدم على السيف إن شاء الله. مبارك للحاج قاسم، مبارك للحاج أبو مهدي، مبارك لصحبهما الشريف من المجاهدين الإيرانيين والعراقيين. هذه الشهادة العظيمة، هذه العاقبة الحسنة، وهذه الخاتمة الجميلة. ففي مدرسة الحسين وزينب عليهما السلام، في مدرستهما نعشق الشهادة ولا نرى إلا جميلا. بسیار عالی. ساعت هلوش 7:30 عصر، همچنان بیننده ما هستید از ویژه برنامه قهرمان بدون مرز از تلویزیون اینترنتی خبرگزاری دانشجو. واقعا این توصیفات
سلسل نصرالله در خصوص حاج قاسم واقعا شورانگیز و باعث شعف میشه در انسان. خب همطور که مستظر هستید حاج قاسم یک چهره واقعا بین المللی و فرامرزی بود و محدود به مرز جغرافیایی خاصی نبود. همه حاج قاسم رو در خصوص ویژگی‌های شخصیتش و فعالیتاتی که داشته نماد مبارزه با تروریسم به ویژه مبارزه با داعش میشناسن و به هر حال فعالیتاتی رو در این زمینه داشته که واقعا از لحاظ انسانی قابل بررسی و قابل تأمل هستش. خب امشب ما در خدمت آقای کنعانی هستیم، سخنگوی محترم وزارت امور خارجه کشورمون، که در خصوص نقش حاج قاسم در مبارزه با تروریسم و حالا ارتباطی که ایشون داشتن با کشورهای عربی و فعالیت‌هایی که ایشون در حوزه منطقه داشتن گفتگو خواهیم کرد. آقای کنعانی سلام و عرض ادب داریم خدمت شما. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از فرصت استفاده می‌کنم خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام دارم و همچنین در سومین سالگرد شهادت پر افتخار سردار رشید اسلام، قهرمان بین المللی مبارزه با تروریسم و چهره بین المللی مقاومت به روح پرفتوح شهید حاج قاسم سلیمانی و همراهان شهیدش درود و سلام میفرستم و خوشحالم که در خدمت شما هستم. خیلی ممنونم از شما دکتر. آقای دکتر، حاج قاسم سلیمانی رو ما میتونیم نماد مبارزه با داعش و خط مقدم مبارزه با تروریسم بشناسیم و قلمداد بکنیم. بفرمایید که نقش ایشون در مبارزه با داعش و مبارزه با تروریسم چگونه بوده دکتر؟ بله، خب من اجازه میخوام که یه مقدار فراتر از موضوع داعش به نقش منطقه‌ای و حتی بین المللی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اشاره بکنم. موضوع اصلی به نظر من حاج قاسم و دغدغه اصلی ذهنی و راهبردی حاج قاسم تولید قدرت و توان برای جهان اسلام بود. این نگاه فراگیر و شمولی در واقع به نظر من حاج قاسم بود. مبتنی بر این نگاه حاج قاسم تهدید جهان اسلام رو، تهدید حوزه منطقه‌ای رو نظام السلطه میدونست و دنباله نظام السلطه در منطقه رژیم صهیونیستی. بنابراین این رویکرد عمومی حاج قاسم بود، یعنی حاج قاسم صحنه رو اول درست میدید. مشکل کجاست؟ تهدید کجاست؟ و نیاز روس کجاست؟ با این نگاه معتقدم بزرگترین دغدغه حاج قاسم این بود که برای جهان اسلام، برای حوزه مقاومت تولید قدرت بکنه. تولید قدرت یعنی چی؟ یعنی ایجاد توان بکنه برای حفاظت از خودش در مقابل طراحی‌های نظام سلطه، در مقابل توسعه طلبی و تجاوزگری رژیم صهیونیستی که تهدید اساسی برای امنیت منطقه است. با این نگاه حاج قاسم حرکتش رو بر مبنای تولید توان و قدرت، توان ایستادگی، توان مقاومت و افزایش توان در واقع پایداری و دفاعی برای ملت‌های منطقه تعریف کرد و همه ملت‌هایی که دنبال این بودن که در مقابل نظام سلطه استقلالشون حفظ بکنن. با این رویکرد حاج قاسم سلیمانی به نظر من چند تا کارکرد اساسی رو همزمان داشت. حاج قاسم خدمت به ملت‌های منطقه کرد. حاج قاسم خدمت به دولت‌هایی کرد که علاقمند بودن استقلال داشته باشن در مقابل فشار نظام سلطه، در مقابل نظام سلطه‌ای که میخواست رژیم صهیونیستی مسلط بر منطقه بکنه. کارکرد دیگر حاج قاسم دفاع از ملت‌ها و دولت‌های منطقه در مقابل جریان‌های تروریستی بود که دست ساخته نظام سلطه بودن برای پیشبرد اهدافشون در منطقه. بنابراین با این کارکرد حاج قاسم خدمت بزرگی رو همزمان هم به ملت‌ها کرد، هم به دولت‌ها کرد، هم به صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی کرد. با این نگاه حاج قاسم محبوب بود در نزد ملت‌های منطقه،
اقداماتش، عمل کردش کمک کرد به ملت‌هایی که واقعاً به استقلال ملی فکر می‌کردن، به ایستادگی در مقابل رژیم صهیونیستی فکر می‌کردن، همچنین حتی از طریق کمک به جریان‌های مقاومت برای کشورهای منطقه تولید قدرت کرد، برای اینکه توان بده به اینها که ایستادگی بکنن، حتی بالانس بکنن، موازنه ایجاد بکنن در تعامل با قدرت‌های بین‌المللی. می‌گم ما چقدر تونستیم این موضوع رو جا بندازیم در ذهن جوامع مختلف که حاج قاسم واقعاً نماد مبارزه با تروریسم بود؟ آیا واقعاً این رو تونستیم جا بندازیم در دنیا، در مثلا در کشورهای اروپایی که واقعاً این حرکتی که حاج قاسم در منطقه انجام داد، این واقعاً مبارزه با تروریسم و خط مقدم مبارزه با تروریسم بود؟ این رو چقدر ما تونستیم جا بندازیم در دنیا جان؟ ببینید، باید ببینیم که عملکرد حاج قاسم تأثیراتش در منطقه چی بود. خب اتفاقی که افتاد در منطقه، ما اگر موضوع فلسطین رو لحاظ بکنیم، کارکرد بزرگ حاج قاسم پر کردن دست جریان و مقاومت در فلسطین بود. خب ما فلسطین رو اگر نگاه بکنیم، دوران اشغال رو اگر در واقع ما ازش عبور بکنیم، بیم دورانی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، خب جریان و مقاومت در فلسطین در پی این بود که از خودش در مقابل توسعه طلبی رژیم صهیونیستی، در مقابل تجاوزات روزمره رژیم صهیونیستی دفاع بکنه و بتونه به آرمان آزادی سرزمین خودش فکر بکنه، در اون مسیر عمل بکنه و به نتیجه برسه. خب چه چیزی در دست جریان و مقاومت در فلسطین بود؟ امکانات فلسطینی ها بسیار محدود بود. حاج قاسم خدمت بزرگش به مقاومت در فلسطین هم این بود که به اینها انرژی داد، به اینها امید داد که می توانند اقدام بکنن، هم برای اقدام دستشون رو پر کرد. خب ما الان شرایط در فلسطین می بینیم. ما از انتفاضه سنگ در فلسطین رسیدیم به روزی که گروه های مقاومت در فلسطین در باریکه تحت محاصره غزه در روز روشن موشک‌های خودشون رو تست میکنن، بردش رو امتحان میکنن، حتی رسیدن به جایی که دارن در واقع حتی از پهباد هم دارن استفاده میکنن برای کارهای شناساییشون، ارزیابیشون. خب قدرت بخشی بود که حاج قاسم قدرت بخشی، امید دادن و انگیزه دادن و کمک کردن به اینکه مقاومت دستش پر بشه. درست. توی در واقع منطقه کمک به تقویت جریان مقاومت. خب ما یک زمانی در لبنان شاهد اون بودیم که رژیم صهیونیستی هر آن اراده میکرد اقدام میکرد، حمله میکرد. مقاومت در لبنان به نقطه بازدارندگی رسیده. درست. میگه که اگر بزنید میزنن. خب میبینیم که کاملا بازدارندگی موازنه در اونجا در واقع شکل گرفته. خب در سوریه اقدامی که انجام شد یک کاملا یک در واقع پروژه بزرگ بود. نظام سلطه بین المللی با کمک بازیگران منطقه‌ای که در چهارچوب ائتلاف آمریکایی عمل کردند، با استفاده ابزاری از گروه‌های تروریستی، جریان داعش، النصره و ده ها گروه ریز و درشت که مسلح کردن، آموزش دادن، از امکانات پیشرفته استفاده می کردن. در درون سوریه حاج قاسم با نگاهی که داشت، با تجربه‌ای که داشت، با مدلی که طراحی کرد، به پایداری دولت سوریه در مقابل یک طراحی فراگیر چند ملیتی کمک کرد. بنابراین اقدام بزرگ حاج قاسم به طور طبیعی تأثیراتشو گذاشته. حاج قاسم عملاً عرض به خدمت شما که تبدیل شد به یک استراتژیست بزرگ و به یک ژنرال بزرگ که میتواند از حداقل امکانات، از ظرفیت‌های ملی و منطقه‌ای قدرت سازی بکنه برای ملت‌ها، برای دولت‌ها، برای حفاظت از خودشون. خب این رو آمریکایی‌ها کاملاً درک می‌کنن. اساساً حاج قاسم رو نه فقط در واقع اقدامات و عملکرد خودش،
خود آمریکایی ها معرفی کردن، برای اینکه اونها این رو در واقع در پیش چشمان خودشون میدیدن که هر طراحی که میکنن حاج قاسم سلیمانی ژنرال ایرانی این طراحی ها رو درست حلاجی میکنه، نسخه بدلش اجرایی میکنه، طرحهاشون رو زمینگیر میکنه. خب شما برید مشاهده بکنید نشریاتشون رو، مطالبی که در اتاقهای فکرشون تولید میشد و بازخوردهای رسانه‌ایشو، اظهارات مقاماتشون رو. خب اینها نشون میده که اساساً حاج قاسم نقشش در منطقه قابل انکار نبود، نقشش کاملا برجسته بود و حاج قاسم اساساً موتور محرکه طراحی‌ها و اقدامات و عملکرد جریان مقاومت در منطقه بود و اساساً موازنه رو به نفع ملت‌های منطقه تغییر داد. آقای دکتر، در خصوص احیای دیپلماسی منطقه‌ای بفرمایید، حاج قاسم نقشی رو داشت در این موضوع بین جمهوری اسلامی و کشورهای به ویژه کشورهای عربی در این موضوع در خصوص احیای دیپلماسی منطقه‌ای هم حاج قاسم سلیمانی نقش داشت؟ حاج قاسم سلیمانی مرد صلح بود، صلح ساز بود. حاج قاسم به ثبات منطقه فکر میکرد، به امنیت منطقه فکر میکرد. حاج قاسم تهدید رو آمریکا میدید، تهدید رو رژیم صهیونیستی میدید. حاج قاسم مشکل رو، تهدید رو کشورهای منطقه نمیدید، بالعکس معتقد بود که اگر انسجام منطقه‌ای باشه، اگر اتحاد باشه، اگر همگرایی منطقه‌ای باشد، موازنه به نفع در واقع ملت‌های منطقه و کشورهای منطقه تغییر می‌کنه. با این نگاه حاج قاسم از هیچ فرصتی برای ایجاد ارتباط غفلت نکرد. در هر کجا که امکان تعامل بود، در هر کجا که امکان ارتباط بود، از ظرفیت ارتباطی استفاده می‌کرد. اینو در ما در شاهد مثال‌های مختلفی وجود داره. دنبال ایجاد کانال ارتباطی بود، هم خودش ارتباط ایجاد میکرد، هم از ظرفیت‌های دستگاه دیپلماسی استفاده میکرد برای ایجاد ارتباط. اساساً حاج قاسم سلیمانی مکمل دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد ارتباط بود، برای تقویت همگرایی‌های منطقه‌ای بود. در این زمینه حاج قاسم فرد شناخته شده ای بود، شانه به شانه دستگاه دیپلماسی در هر کجایی که نیاز بود حضور داشت. بخشی از در واقع روند مذاکره بود با هدف صلح سازی، با هدف ایجاد همگرایی منطقه‌ای، و بخشی از تلاش‌های دیپلماتیک بود برای رفع و حل و فصل اختلافات و مشکلات. بنابراین حاج قاسم انصافاً در آن واحد درست مرد در واقع ژنرال نظامی بود، اما یک دیپلمات تمام معنا بود و عملکرد دیپلماتیک رو معنای در واقع دقیق و حرفه‌ایش بلد بود و انجام میداد. آقای دکتر، خیلی دوست داشتم حالا با توجه به اینکه شما مسئول میز عراق هم بودید در وزارت امور خارجه سابقه بر این، یک خاطره و حالا نکته ناگفته‌ای رو از حاج قاسم بفرمایید. کجا آیا اتفاقی افتاده بود به ویژه حالا در حوزه عراق که حالا با اقدام حاج قاسم اون گیر کار باز بشه، بتونیم با اون عمل کرد و به هر حال اون کاری که حاج قاسم انجام داد، گیری که ما حالا داشتیم تو حوزه منطقه، توی حوزه مبارزه با داعش، این گره باز بشه؟ خاطری رو داری در این موضوع؟ خب ببینید، در هر حال حاج قاسم سلیمانی در موضوع عراق انصافا یک شخصیت تعیین کننده بود. حاج قاسم سلیمانی محبوبیتش در عراق منحصر به یک جریان، به یک حزب، به یک به عبارتی حتی طائفه مذهبی در عراق نبود. حاج قاسم روحیه تعاملیش بسیار جالب بود، یعنی ظرفیت‌ها رو در کنار هم میدید. به عبارتی عملکرد حاج قاسم تولید، عرض کردم، قدرت بود، تولید انرژی بود. همه مؤلفه‌ها و عناصر رو میدید در کنارش. اینی که واقعا در موضوعات مختلف حاج قاسم سلیمانی حتی در رفع اختلاف میان جریان‌های عراقی هم، با اینکه ایشون یک شخصیت از نظر اونها خارجی بود، اما امین و معتمد بود. ناگفته‌هایی رو دارید در این زمینه بخواید مطرح کنید؟ در هر حال مثال‌های مختلفی رو شاید در واقع بشه عرض کرد، اما اون چه که میتونم عرض بکنم اینه حاج قاسم سلیمانی در عراق مرد محبوبی برای همه طرف‌های عراقی بود. به عبارتی همه طرف‌ها احساس می‌کردند که می‌توانند
روی حاج قاسم به عنوان یک دوست، به عنوان یک فرد امین حساب باز بکنن، حتی برای رفع رجوع مشکلات داخلی خودشون. بالاخره لفظ حاجی در درون جامعه عراق نشون دهنده میزان محبوبیت یک فرده که چقدر نسبت به ایشون احساس نزدیکی و راحتی میکنن. بسیار عالی دکتر، خیلی ممنونیم از شما. گفتگو رو تا اینجا با شما نگه میداریم. خب بچه خبرگزاری گفتگو رو داشتن با آقای علی اکبر صالحی. ببینیم این گفتگو رو برگردیم، انشالله ادامه برنامه رو در خدمت شما خواهیم بود. من متاسف شدم که بعضی ها بی حرمتی کردن به تصاویر سردار. ببینید سنت ملت ما، چه سنت دیرینه ملت ما، اصلا قبل از اینکه به اسلام بگرویم، چه سنت بعد از اسلام ما، ملت ایران ملتی است، من این رو باز با مصداق میتونم بگم، ملت کریمی است، ملت بزرگواری است، ملتی است که به بزرگان خودش احترام میذاره. وقروا کبارکم، به بزرگان خودتون احترام بذارید. حضرت ابراهیم، خداوند در قرآن میگه اباب، پدرش مشرک بود اما حرمت پدرش رو حفظ کرد. مشرک بود اما حرمت پدرش رو حفظ کرد، برای اینکه وقروا کبارکم، توجه میکنه، ضمن این که حرف حقم میگفت. ما باید به بزرگانمون احترام بذاریم. ملتی که به بزرگانش احترام نذاره سرنوشت خوبی نداره. سردار سلیمانی رو خارج کنیم از این مباحث سیاسی. چرا بی‌حرمتی به تصویر سردار میکنیم؟ چه کار کرد سردار؟ جز این که امنیت ملی ما رو برقرار کرد و تضمین کرد، ما باید به تصویر این مرد بی‌حرمتی بکنیم؟ قطعاً اون کسی که این کار رو میکنه یا ناآگاهه یا جاهله، و اگر خدای نکرده عمدن این کار رو میکنه قطعاً مزدوره. من انشالله میگم ناآگاهه، جاهله، امیدوارم بره خود راجب سردار بخونه ببینه این سردار کی بود. در جنگ تحمیلی 8 سال جوانی خودش رو داد. خب اگه ما تو این جنگ تحمیلی مغلوب دشمن شده بودیم الان در چه وضعیتی بودیم؟ کیا بودن که از کیان این کشور سیانت کردن؟ جز سردار سلیمانی ها و همراهانشون و شهدای ما که در جنگ تحمیلی از دست دادن. اگه اینا نبودن ما کجا بودیم الان؟ ما به اینا بی حرمتی بکنیم؟ به سردارشون بی حرمتی بکنیم؟ چیکار کرده این سردار؟ چه کار دارید با این مرد؟ حالا شما بیاید بی حرمتی به ماها بکنید تو مسائل سیاسی، اشکال نداره، بله اون اشکال نداره، ولی این مرد که کاری نکرده. من که گفتم از اولش تا آخرش بی گناه. خب نباید کسی جلوی داعش ما میستاد؟ نباید کسی امنیت ملی ما رو برقرار میکرد؟ عزیزی که میری این کار میکنی، خواهش میکنم یه بار فکر کن. فکر کن عکس برادرته، فکر کن عکس پدرته، فکر کن عکس عزیزته. چرا بی حرمتی میکنی؟ چرا دشمن شاد میکنی؟ واقعا این به نظر من پسندیده نیست از ما. ما این ملت نیستیم. ما ملتی هستیم در جنگ تحمیلی با کوپن زندگی میکردیم، اما میلیون ها افغانی رو در دل خودمون جا دادیم بدون اینکه جوامع بین المللی به ما کمک کنن. همیشه به ما سختی میگرفتن. اما وقتی که سوریه این اتفاق افتاد، عده‌ای از سوریه که مهاجرت کردن میخواستن برن به اروپا، دیدید اروپایی‌ها چجوری با اینا رفتار کردن.
با تفنگ جلوشون واستادن. ملت ما این ملته، ملت کریمی است، ملتی است که طبق سنن و آداب خودش به بزرگان خودش حرمت میذاره، احترام میذاره. بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما که همچنان بیننده قهرمان بدون مرز هستید. ادامه گفتگو رو داریم با آقای کنعانی، سخنگوی محترم وزارت خارجه امور کشورمون. آقای دکتر، در خصوص بحث پایان سیطره داعش که حاج قاسم سلیمانی تأکید داشتن بر این مسئله، این موضوع چقدر جا افتاده برای سیاسیون بین المللی، برای جوامع بین المللی؟ اصلا نظرشون در خصوص بحث پایان سیطره داعش بر منطقه چیه و نقش حاج قاسم سلیمانی در این زمینه؟ بله، ببینید، ما دو به اصطلاح از دو وجه میتونیم به این موضوع نگاه بکنیم. از وجه ملت‌ها در منطقه و خود کشورهای منطقه و از وجهی که به اصطلاح نگاه کسانی که دنبال استفاده ابزاری از پروژه داعش بودن برای اینکه پروژه خودشون رو در منطقه پیش ببرن. ببینید، زمانی که داعش حمله کرد، خب این رو حتما از مقامات اقلیم کردستان عراق، مشخصا رئیس وقت اقلیم کردستان عراق، بارها این مطرح شده و شنیده شده که اشاره کردن که زمانی که ما درخواست کمک کردیم، از آمریکا درخواست کمک کردیم، گفتن که باید بررسی بکنیم و این در واقع چقدر زمان میبره که تا ما بیاییم و بتونیم کمکی بکنیم. میگن زمانی که ما در واقع نیمه شب تماس گرفتیم با حاج قاسم، حاج قاسم اول صبح با نیروهاش اربیل بود. این یعنی این که حاج قاسم برای حمایت از مردم منطقه در مقابل داعش و تهدید داعش مرد اولی بود که وسط میدان بود. نکته دیگه هم باز چون اشاره کردید، خاطره مصداقی، باز در واقع در همین ارتباط اشاره کنم. ما خب یک کمیته مشترک گفتگو داشتیم با اقلیم کردستان عراق. این کمیته از گذشته در واقع بوده. در دوره‌ای که من در حوزه ستاد عراق بودم، در یکی از نشست‌های این کمیته مشترک با اعضای تیم رفتیم در اربیل اقلیم کردستان عراق. نشست ما در اونجا برگزار شد، تمام شد، نکاتی که نیاز بود تبادل بشه انجام شد. دوستان اشاره کردن که ما بریم سلیمانیه و از مسیر سلیمانیه برگردیم تهران. سفر هم زمینی انجام شد، از اربیل به مقصد سلیمانیه. در مسیر راه، مسیر حرکت عوض شد. گفتن که میخوایم بریم یکی از فرماندهان پیشمرگه های کرد رو ببینیم. ایشون درخواستی داره، گفته که بیایید در واقع ببینیم. رفتیم در منزل ایشون در یک باقی، یک نهاری هم مهمان ایشان بودیم. ایشون شرایط جبهه بشیر رو توضیح دادن. منطقه بشیر یک منطقه کلیدی بود در اون ایام در اطراف سلیمانیه تحت اشغال داعش قرار داشت. توضیحات رو در اونجا دادن، تأکید میکردن که به حاجی بگید که به دولت مرکزی عراق توصیه بکنه به ما کمک های لازم رو برسونه، اگر بشیر آزاد نشه سلیمانیه در معرض خطره. ولی جالب اینه، میگفتن به حاجی بگید شما توصیه بکنه، ما هرچه میگیم ظاهرا گویا مثلا شاید توجه دولت عراق مثلا به نقاط دیگری بود. حرکت کردیم، رفتیم در منطقه نزدیک بشیر، در جایی در یک مقری کسای دیگه ای بودن، اومدن با کالکای نظامی منطقه نظامی بشیر رو توضیح دادن. توضیح دادن، حتی تصاویر رو از اون منطقه نشون دادن. دوستان گفتن که میخوایم بریم خط بشیر رو ببینیم. خب من که نظامی نبودم. گفتم میایید؟ گفتم باشه، منم با شما میام. رفتیم خط بشیر رو، در واقع که واقعا منطقه جنگی بود و خاکریز و نیروهای نظامی مستقر بودن، با این عزیزان دیدیم. تأکیدی که باز فرماندهان مقدم اون خط می کردن
به عزیزان همراه که نظامی بودن میگفتن که به حاجی بگید حتما سفارش بکنه به دولت عراق که تجهیزات و کمک های لازم رو برسونه، خط بشیر باید آزاد بشه وگرنه سلیمانی در معرض خطر. عرضم اینه که حاجی واقعا مرد تعیین کننده ای بود و همه نسبت به ایشون این اعتماد رو داشتن و معتقد بودن که اگر حاجی حتی بره رایزنی بکنه نزد دولت مرکزی عراق توجه لازم میشه و صدایشون رو میخواستن از طریق حاجی برسونن. در مجموع حقیقت امر نقش سردار سلیمانی در شکست پروژه داعش و پایان بخشیدن به خلافت خودخوانده داعش نقشی است که مورد اعتراف بین المللی است، اما در حوزه رسانه‌ای طبیعی است. آمریکا، نظام سلطه، اعوان انصارش مایل نیستن به این نقش اعتراف بکنن، ائتلاف خودخوانده خودشون رو مطرح میکنن، ائتلافی که به گفته و به اعتراف مقامات عالی اقلیم کردستان عراق میگن وقتی ما درخواست کمک کردیم گفتن یه زمان نسبتاً بلندی میطلب و ما بررسی بکنیم تازه بیایم شرایطو. بنابراین واقعاً در پروژه شکست داعش دولت‌های عراق و سوریه متکی به جریان مقاومتی بودند که شهید سلیمانی طراحی کرد، مقاومت به عبارتی مبتنی بر خود اتکایی داخلی و استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای. همین موضوع هم باعث در واقع طراحی آمریکایی‌ها برای ترور شهید سلیمانی شد. چرا؟ آمریکایی‌ها معتقد بودند که شهید سلیمانی بود که با استفاده از ظرفیت‌های میدانی و منطقه‌ای پروژه اونها را به شکست کشوند. بنابراین اقدام کردن به ترور شهید سلیمانی به عنوان کسی که اساساً پروژه اونها را در منطقه متلاشی کرد و به خلافت خودخوانده داعش که ابزار اجرای پروژه آمریکایی در منطقه و دولت سازی‌های جدید بود پایان بخشید. بسیار عالی، خیلی ممنونیم از شما. همونطور که مشاهده می‌کنید الان در حال حاضر مراسم سالگرد شهدای مقاومت شهید حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس در لبنان در حال برگزاریه و سخنران ویژه این مراسم هم سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان خواهد بود که دوستانی که حالا می‌خوان این سخنرانی رو هم گوش بکنم و تماشا بکنم میتونم به صورت زنده و مستقیم بعد از برنامه قهرمان بدون مرز این برنامه رو هم تماشا بکنن. خب دوستان ارتباطمون با کرمان برقرار هستش برای گزارش بسیار. خب بله، مثل اینکه ارتباطمون با کرمان هم برقراره. محمد آقای فخری عزیز از گلزار شهدای کرمان خبرگزاری خبرنگار اعزامی خبرگزاری دانشجو در خدمتشون هستیم. آقای فخر سلام و عرض ادب داریم خدمت شما. سلام عرض میکنم بنده هم خدمت شما و همه همکاران محترم. بنده از گلزار شهدای کرمان با شما صحبت میکنم. همونطور که مشاهده میکنید پشت سر بنده جمعیت زیادی هستش که همچنان بعد از گذشت دو روز نه تنها کم نشده بلکه بیشتر هم شده و جمعیت از سراسر کشور اینجا هستش. الان دما تقریبا حدود 0 درجه سانتیگراده و سرما رو میشه با پوست و گوشت خودمون احساس بکنیم، اما جمعیت غلبه کرده با اون شور درونی که داره و این نشأت میگیره از عشق به حاج قاسم که اینجا علاوه بر این که سختی راه بود و سرما همچنان داره اذیت میکنه، اما جمعیت ازش کم نشده و همچنان داره بیشتر هم میشه. خیلی هم عالی. محمد جان در خصوص برنامه های سالگرد بگو، چون امروز هم روز 13 بود و سالگرد شهادت حاج قاسم، چه برنامه هایی رو گلزار شهدا داشتش امروز؟ بله، امروز هم برنامه‌های مفصلی داشت. حاج آقای ماندگاری صحبت کردن و چندین نفر از همرزمان حاج قاسم اینجا دعوت شدن و همچنان اگر صداش رو داشته باشید همچنان داره خاطره‌گویی از حاج قاسم سلیمانی اینجا انجام میشه. همچنین دختران شهدا اینجا دعوت شدن به جمله خود دختر حاج قاسم سلیمانی، اما بنا به دلایلی نتونستیم در خدمتشون باشیم و برنامه‌شون اینجا کنسل شد. روز قبل ایشون سخنرانی کردن اینجا و در گوشه گوشه این گلزار شهدا سخنرانی های مختلفی داره برگزار میشه و از خاطرگویی های حاج قاسم سلیمانی. فیلم های
عجیبی امروز پخش شد از گلزار شهدای کرمان و حالا اون مسیری که منتهی میشه به گلزار شهدا که یک جمعیت قابل توجهی رو مشاهدهش بودیم، تخمین زده میشه که امروز حالا چقدر اومدن توی مراسم شرکت کردن؟ اونجا حالا اطلاعاتی دارین در این زمینه به ما بدی؟ یعنی تخمین جمعیت اگر من بخوام به شما بگم عدد دقیقی هنوز منتشر نشد تا اونجا که من دیدم، اما تا اونجایی که ما مصاحبه گرفتیم و حال و هوای اینجا رو از مردمی که اینجا حاضر هستن پرسیدیم، اینجا تقریبا تصاویرش مقایسه شده با اربعین حسینی و جمعیت به قدری زیاد هستش و در خیابان‌های اینجا مملو شده که تصاویر کاملا تطابق داره با اربعین حسینی. و چیزی که حالا من دیدم بین خود مردم گفته میشه اینه که حاج قاسم باعث شد که کرمان هم به یکی دیگر از شهرهای زیارتی ایران تبدیل بشه. بسیار عالی. محمد جان خیلی ممنونیم ازت، ما رو اونجا از دعای خیرت بی نصیب نذار، حسابی ما رو اینجا برای بچه خبرگزاری دانشجو رو هم دعا کن. خیلی ممنونیم ازت. خب ادامه گفتگو و بخش پایانی گفتگو رو داشته باشیم آقای کنعانی عزیز. آقای دکتر، یکی از موضوعاتی که تو این دو سه سال خیلی داره مطرح میشه و وعده اصلی هم بوده که مقام معظم رهبری هم تو اون پیامی که سال 98 دادن، اون صبحی که ما شهادت حاج قاسم رو داشتیم پیام رو منتشر کردن، بحث انتقام سخت بود. بفرمایید که این موضوع الان در حال حاضر توی چه مرحله قرار داره؟ الان این موضوع ارتباطی به مذاکرات که قاعدتا فکر نمی‌کنم بعد پیدا بکنه، این موضوع رو بفرمایید که الان آیا جمهوری اسلامی ایران هنوز هم بر این موضوع تاکید داره یا خیر؟ بله، به طور طبیعی پاسخگو کردن رژیم آمریکا و اجرای عدالت علیه قاتلان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی جزء مطالبات فراموش نشدنی دولت و ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران هست. ببینید، آمریکایی‌ها با ترور شهید سلیمانی صرفاً مرتکب یک در واقع جرم عادی نشدن. اقدام دولت آمریکا اقدام علیه صلح و امنیت بین المللی بود. حاج قاسم مرد صلح و مرد صلح ساز برای منطقه بود. آمریکایی‌ها همزمان اقدام چند تا جرم مرتکب چند جرم شدن. یک، نقض منشور ملل متحد کردن. خانوم در واقع دستیار گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور اقدامات فراقضایی و فراقانونی در گزارشی که به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دادن، در گزارشش رسما اشاره میکنه که آمریکایی‌ها در ترور حاج قاسم سلیمانی همزمان چند تا تخلف را انجام دادن، هم مقررات بین المللی را نقض کردن، هم نقض حقوق بشر دوستانه کردند و هم نقض حقوق بشر کردند. این آمریکایی‌ها با ترور شهید سلیمانی مقررات کنوانسیون 1973 رو نقض کردن، همچنین تمامیت ارضی عراق و حاکمیت در واقع عراق رو نقض کردن، مضافاً مردی رو ترور کردن که این مرد شخصیت درجه یک و تراز اول در مقابله با تروریسم در منطقه بود. بنابراین آمریکایی‌ها منشور ملل متحد رو نقض کردن، حاکمیت و تمامیت ارضی کشور رو نقض کردن و همچنین کمک کردن به پروژه در واقع گسترش تروریسم در منطقه. خب چون این بحثی دو تا در واقع وجه داره، جمهوری اسلامی ایران هم مبتنی بر این که حاج قاسم مرد نظامی تراز اول جمهوری اسلامی ایران بود، حتما در واقع بحث احقاق حقوق ملت ایران و محاکمه دولت مردان آمریکایی رو در این ارتباط دنبال خواهد کرد و در این زمینه از همه روش‌های قانونی استفاده خواهد کرد. نکته بعدی، خونخواهی حاج قاسم سلیمانی و به پای میز محاکمه کشاندن مقامات آمریکایی و اجرای عدالت، من معتقدم قاعدتاً باید یک خواسته بین المللی باشه. چرا؟
آمریکا یا با نقض منشور ملل متحد، با نقض حاکمیت و تمامیت ارضی کشور و همچنین با ترور فرد تراز اول مبارزه کننده علیه تروریسم، صلح و امنیت بین المللی رو در معرض آسیب قرار دادن، همچنین به اقدامات فراقانونی و فرامرزی مشروعیت دادن. من معتقدم که جمهوری اسلامی ایران حتما در واقع احقاق حقوقش رو و اجرای عدالت رو دنبال خواهد کرد، اما همزمان این یک مسئولیت بین المللی است، در این حال مطالبه ملت ها خواهد بود. جمهوری اسلامی ایران از همه روش های قانونی، حقوقی، دیپلماتیک و قضایی، هم در حوزه داخلی، هم در حوزه منطقی، هم در حوزه بین المللی استفاده خواهد کرد و در این زمینه قطعا کوتاه نخواهد آمد. اما معتقد هستم که این مطالبه هم باید از سوی جامعه بین المللی دنبال بشه و طبیعتا در این زمینه جمهوری اسلامی از همه ظرفیت های خودش استفاده خواهد کرد. درست. بسیار آقایون، خیلی ممنونیم از شما که وقت گرانبهاتون رو در اختیار ما قرار دادید. از شما بینندگان عزیز هم ممنونیم که دیشب و امشب بیننده ما بودید در ویژه برنامه خبرگزاری دانش ویژه برنامه قهرمان بدون مرز، که از خبرگزاری دانشجو تقدیم نگاه‌های گرمتون شد. خب سخنرانی سید نصرالله هم شروع شده، ان شاءالله بعد از تیتراژ پایانی برنامه سخنرانی سید رو هم میتونید به صورت زنده و مستقیم تماشا کنید. خیلی از شما ممنونیم، تا دیدار بعد، خدا یار و نگهدارتون.